هرگو در اسنوی تواف و یا سعی بین صفا و مروه نماز جماعت برپا شود. سوال: اگر در حال تواف و یا سعی نماز جماعت برپا شود چی کار باید کرد؟ آیا تواف را ادامه بدهم و یا نماز بخوانم و سپس از نو تواف نمایم؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. هرگاه در اسنای تواف و یا سعی بین صفا و مروه نماز جماعت برپا شود، شما باید تواف خود را متوقف کرده همراه امام نماز بخوانید و بعد از نماز از جایی که تواف را قطع نمودید به تواف خود ادامه بدهید و نیازی نیست که از نو تواف بکنید و یا دوره را که به خاطر نماز قطع نمودید از نو انجام بدهید. ابن باز رحمه الله گفته است هرگاه به سبب به حاجت تواف قد شود، مثلا شخص سه دور تواف کند و بعد نماز برپا شود، او با همروی جماعت نماز می خواند، سپس بر می گردد و از جایش جایی که در آنجا تواف را قد کرده تواف را ادامه می دهد. بر او لازم نیست که به حجر الاسود بازگردد، بلکه از همان جای خود، یعنی از همان جایی که در آنجا توافش را قد کرده بود، تواف را شروع می کند و تواف را کامل می نماید. برخلاف گفته بعضی از عالمان که گفتند از حجر الاسود تواف را شروع میکند. دیدگاه صحیح این است که طبق گفته گروه از عالمان چنین چیز لازم نیست و همچنین اگر جنازه حاضر شود و او نماز جنازه بخواند و یا کسی او را بدارد و با او صحبت کند و یا ازدحام مردم او را بدارد و یا مانند اینها، در این حالت ها او توافش را کامل میکند و در این چیز هیچ اشکالی وجود ندارد. بیان سخن مجموع فتاوا جلد 17 صفحه 216. اینچنین گفتند اگر نماز برپا شود و او در حالت تواف یا سعی باشد، با همراهی مردم نماز میخواند و بعد از آن تواف و سعی خود از همان جایی که برای نماز ایستاده بود کامل میکند. پایان سخن فتاوای اسلامیه جلد 2 صفحه 250. شیخ عثیمین رحمه الله گفته است اگر نماز برپا شود و انسان در حال تواف باشد، خود تواف عمره باشد و یا حج یا تواف نافله باشد، او از توافش می براید و نماز می خواند، سپس بازگشت تواف را کامل می کند و تواف را از نو آغاز نمی کند، بلکه تواف را از جایی که قبلا از آنجا برآمده بود کامل میکند و برای از نو تکرار نمودن آن دور نیازی نیست، زیرا آنچه قبلا انجام داده بود بر اساس صحیح بنا شده است و مقتضای اجازت شرعی ایستاده بود. پس ممکن نیست که تواف باطل باشد مگر به وجود دلیل شرعی. پایان سخن کتاب فتاوای ارکان اسلام صفحه 539.